فاز نخست مدرسه دارالعلم آیت الله العظما خویی قدس سر در شهر مقدس نجف افتتاح شد در مراسم گشایش فاز نخست این مدرسه علمیه شخصیت های تراز اول دینی و علمی از جمله دو تن از مراجع تقلید شیعه نمایندگان مراجع فرزندان مراجع و اساتید برجسته حضور داشتند پروژه عمرانی دارالعلم در اصل یک مدرسه دینی است که مرحوم آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه آن را در سال 1973 میلادی در محله اماره شهر مقدس نجف تأسیس کردند مدتها بعد رژیم ستمگر بس در سال 1990 میلادی این مدرسه را تخریب کرد ولی همکنون این مدرسه در زمینی به مساحت 3320 متر مربع در فاصله سیمتری از حرم متحر امیر علیه السلام در دست ساختن و تأسیس مجدد است این پروژه از دو فاز در یازده طبقه و زیربنایی به مساحت سی و هزار متر مربع تشکیل شده که هزینه تقریبی آن چهل میلیون دلار است. پروژه دارالعلم یک موقوفه خیریه تحت اشراف آیت الله العظمی سیستانی مدظله در شهر مقدس نجف است. این پروژه دارای مدرسه برای دروس حوزوی است که شامل چهل سالان در عباد مختلف می باشد. همچنین کتابخانه عمومی با گنجایش یک میلیون و پانصد هزار جلد کتاب در دو طبقه مشتمل بر 24 اتاق مخصوص محققان و پژوهشگران و بخش ویژه کودکان و بانوان و نیازمندان خاص نیز در این پروژه پیش بینی شده است. در طبقه همکف این مجموعه مسلای بزرگ به مساحت 850 متر مربع و با ظرفیت 800 نمازگذار در نظر گرفته شده است. از دیگر قسمت های این پروژه عظیم می توان به این موارد اشاره کرد. دو سالن همایش بزرگ هر کدام با ظرفیت 700 نفر، ده واحد سوئیت مخصوص محققان، پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه خارج از نجف اشرف، 300 اتاق به عنوان خوابگاه برای طلاب حوزه علمیه استودیوی مجهز برای تصویر برداری و ضبط برنامه های دینی، علمی و فرهنگی، رزخانه فلکی نجومی، موزه علمی حوزه نجف اشرف، آشپزخانه مرکزی و سالن غذاخوری با گنجایش 400 نفر. همچنین در این مجموعه قسمتی با عنوان جنت العلماء آرامگاه خاص برای مراجع و علمای حوزه علمی نجف اشرف در نظر گرفته شده است. شاین ذکر است مدرسه دارالعلم آیت الله العظما خویی از نه دستگاه آسانسور برقی در قسمتهای مختلف استراحتگاه به همراه فضای سبز داخلی سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی ژنراتورهای برقی تلفنخانه مرکزی اینترنت و خدمات الکترونیک و همچنین سالن ورزشی برخوردار است